به نام خدا. سلام، علی افشاری هستم از فارکس حرفه‌ای با جلسه آموزشی 78 از سری ویدیوهای آموزش بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. در این جلسه قراره به آموزش دانلود، نصب و ثبت نام اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای بر روی سیستم عامل اندروید بپردازیم. برای دانلود و نصب اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای یا همان پی فارکس اسیست بر روی گوشی‌های اندروید، میخواییم راه اولش که از طریق برنامه گوگل پلی هست ببینیم به چه شکله. خب باید برنامه گوگل پلی این برنامه رو باز کنیم. بعد از باز کردن برنامه گوگل پلی کافیه که توی قسمت سرچمون بنویسیم پی فارکس، عبارت پی فارکس اسیست رو تایپ کنیم. زمانی که شما پی فارکس رو بنویسید، همونطور که مشاهده میکنید، دو گزینه پی فارکس اسیست و پی فارکس برای ما نمایش داده میشه. خب ما حالا اسم کاملش که پی فارکس اسیست هست رو اینجا تایپ میکنیم. به این موضوع هم دقت داشته باشید که شما حتی میتونید به فارسی دستیار فارکس حرفه‌ای را هم سرچ کنید، ولی زمانی که پی فارکس اسیست رو سرچ کنید، شما مستقیماً وارد صفحه مربوطه به اپلیکیشن میشید. برای نصب اپلیکیشن پی فارکس اسیست بر روی گوشی خودتون، اگر گوشی شما به زبان فارسی هستش، باید بر روی گزینه سبز رنگ نصب انتخابش کنید، و اگر هم دارید هم مثل من دارید از زبان انگلیسی استفاده میکنید، کافیه که گزینه اینستال یا گزینه سبز رنگ رو انتخاب کنید. بعد از انتخابش باید چند لحظه صبر کنید که اپلیکیشن برای شما نصب بشه. فقط به این موضوع دقت داشته باشید که حتما برنامه گوگل پلی شما در آخرین آپدیت خودش قرار گرفته باشه و به روز رسانی شده باشه، و همونطور هم که مشاهده میکنید بعد از دانلودش به صورت خودکار شروع به نصب میکنه. خب برنامه برای ما نصب شد و همونطور که مشاهده میکنید زیر اسم پی فارکس اسیست برای ما کلمه اینستالد یا نصب شده نمایش داده شد و گزینه سبز رنگ ما به گزینه اوپن تغییر پیدا کرده. اگر شما بخواید اپلیکیشن رو باز کنید، همینجا کافیه که گزینه اوپن رو بزنید، ولی ما می‌خوایم برگردیم و بریم از توی رابط کاربری گوشیمون بیاریم اپلیکیشن رو. خب برمیگردیم به قسمت اپلیکیشن‌های گوشیمون میریم، و همونطور که مشاهده می‌کنید اپلیکیشن برای ما اینجا نمایش داده میشه و به صورت خودکار میادش. ولی حالا اگر به منوی اصلی گوشیمون بریم و اپلیکیشن‌ها رو ببینیم، در اینجا شما میتونید برنامه پی فارکس اسیست رو مشاهده کنید. خب ما اپلیکیشن رو باز میکنیم، چند لحظه صبر میکنید تا اپلیکیشن بالا بیاد. بعد از اینکه بارگذاری شد، در این قسمت شما قسمت توافقنامه رو میبینید و کافیه که گزینه سبز رنگ اگری رو انتخاب کنید. بعد از انتخاب اگریش، شما وارد یک صفحه جدید برای انتخاب زبانتون میشید که اپلیکیشن پی فارکس اسیست به 6 زبان متفاوت در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده، که با توجه به بروزرسانی هر روزه خدمات فارکس حرفه‌ای ممکنه که این زبان‌ها بیشتر و بیشتر هم بشن. خب گزینه فارسی رو باید انتخاب کنیم. در اینجا شما همونطور که مشاهده می‌کنید می‌تونید اطلاعاتی راجع به امکانات اپلیکیشن و خدمات فارکس حرفه‌ای ببینید. اگر خواستید میتونید اینا رو مشاهده کنید و یا بر روی گزینه گذر این گزینه رو انتخاب کنید تا کلن از اینجا بگذرید، و یا بعدی رو بزنید و در آخر هم متوجه شدم رو بزنید و به مرحله بعدی برید. در این مرحله بعدی شما یک صفحه بارگذاری میشه که شما میتونید تمامی آموزش‌های مربوط به اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای رو در اینجا ببینید و امکانات اپلیکیشن و راهنمای استفادهش رو کاملا مشاهده کنید و یک دید کلی نسبت به اپلیکیشن پیدا کنید. خب بعد الان بر روی گزینه فلش بالای دست راست اپلیکیشن این گزینه رو انتخاب کنیم تا به صفحه اصلی اپلیکیشن بریم. زمانی که به صفحهش بریم، شما برای شما یک راهنما باز میشه که در اینجا شما میتونید سیگنال ها و تحلیل های تکنیکال ببینید بر اساس چه تحلیل هایی خدمت شما عزیزان ارائه میشه، همچنین تنظیمات تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل تکنیکال به چه شکل، و در آخر هم گزینه متوجه شدم رو انتخاب میکنید. به این موضوع دقت داشته باشید که زمانی که برای اولین بار شما وارد اپلیکیشن میشید، به عنوان عضویت ناشناس هستید، و برای اینکه بخواید ثبت نام کنید، کافیه که بر روی گزینه سه خط بالای اپلیکیشن این گزینه رو انتخاب کنید.
و در آخرم تو منوی اپلیکیشن گزینه ورود و ثبت نام رو انتخاب کنید. شما عزیزان اگر ما گزینه ورود و ثبت نام انتخاب میکنیم، شما عزیزان برای اینکه به امکانات بیشتر اپلیکیشن دست پیدا کنید، بهتره که ثبت نام خودتون رو انجام بدید تا اپلیکیشن برای شما در بالاترین سطح امکانات در دسترستون قرار بگیره و همچنین شما از عضویت ها و ارتقای عضویت های خودتون با خبر بشید تا همچنین شما بتونید عضویت خودتون رو هم ارتقا بدید. خب در اینجا شما اگر حساب کاربری دارید، ایمیل خودتون رو در قسمت ایمیل و رمز عبورتون رو هم در قسمت رمز عبور وارد میکنید و در آخر هم بر روی گزینه ورود با حساب فارکس حرفه‌ای این گزینه رو انتخاب میکنید، وارد حساب کاربریتون میشید. ولی اگر حساب کاربری ندارید و میخواید تازه ثبت نام کنید، شما به دو روش، روش اول سوشال یا همان گوگل اکانت که اون گزینه قرمز رنگ هستش و روش دوم هم گزینه ثبت نام هستش که ما در اول قراره به شما گزینه ثبت نام رو آموزش بدیم و سپس به سراغ راه سوشال خواهیم رفت. خب گزینه ثبت نام رو انتخاب میکنیم. خب حالا شما عزیزان برای ثبت نام توی سطر اول باید نام خودتون و در سطر دوم هم نام خانوادگی خودتون رو، در سطر سوم هم ایمیلی که میخواید باهاش حساب کاربری اپلیکیشن پی فارکس اسیست رو باز کنید رو باید وارد کنید و در قسمت آخر هم در قسمت رمز باید رمز عبور انتخابی خودتون رو وارد کنید و در آخر هم بر گزینه ثبت نام رو انتخاب کنید، گزینه نارنجی رنگ ثبت نام. بعد از گزینه ثبت نام رو که انتخاب کنید، برای شما یک پیام جدید میاد که میگه حساب ثبت کردید، لطفاً برای فعال سازی حساب از دستور عمل داخل ایمیل ارسالی استفاده نمایید. خب حالا باید ما به جیمیل خودمون بریم تا از طریق ایمیلی که از طرف پی فارکس اسیست برای ما اومده حساب کاربری خودمون رو فعال کنیم. به جیمیلمون میریم، همونطور که مشاهده میکنید الان توی قسمت دریافتی یا همون اینباکس ما توی این قسمت یا بهش قسمت پرایمری هم میگن، توی این قسمت برای ما هیچ ایمیلی نیومده. به این موضوع حتما باید دقت داشته باشید که زمانی که اولین بار از طرف پی فارکس اسیست برای شما ایمیلی ارسال میشه، به قسمت هرزنامه یا اسپمتون میره و اگر توی قسمت اینباکس رو دریافتیتون نبود، باید برید اون قسمت رو چک کنید. خب ما میریم اون قسمت رو بررسی کنیم. برای آوردن اون قسمت کافیه که گزینه سه خط بالای ایمیل خودتون رو انتخاب کنید و به پایین تر بیایید و در آخر هم گزینه اسپم رو انتخاب کنید. در اینجا همونطور که مشاهده میکنید برای ما یک ایمیل جدید اومده، این ایمیل رو باز میکنیم. برای اینکه از این پس ایمیل هایی که از طرف پی فارکس اسیست برای ما ارسال میشه دیگه توی قسمت اسپم یا هرزنامه‌مون نیاد، کافیه که گزینه ریپورت نات اسپم رو در اینجا انتخاب کنید و تمامی ایمیل ها به قسمت دریافتی و اینباکستون میره، همچنین خود همین ایمیل. خب همونطور که مشاهده میکنید ایمیل ما از قسمت اسپم خارج شد و بریم توی قسمت اینباکس یا همون پرایمری بیاریمش. خب همونطور که مشاهده میکنید الان ایمیل برای ما اومده توی این قسمت، ایمیل رو باز میکنیم و برای فعال سازی حساب کاربریمون کافیه که به کمی پایین تر بیاییم و بر روی این لینک آبی را این گزینه رو لمس کنیم و این گزینه رو انتخاب کنیم و کمی صبر میکنید و همونطور که مشاهده میکنید پیام Your email address has been verified successfully، ایمیل شما با موفقیت تایید گردید، برای شما به نمایش داده میشه. خب برمیگردیم و به اپلیکیشن میریم. تو قسمت اپلیکیشن خب اینجا باید گزینه بازگشت رو بزنیم. در اینجا کافیه که تو قسمت ایمیل، ایمیلی که باهاش حساب کاربری اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای رو باز کردیم و بزنیم و تو قسمت رمز هم رمز عبوری که برای خودمون انتخاب کردیم رو وارد کنیم و در آخر هم باید گزینه ورود با حساب فارکس حرفه‌ای رو انتخاب کنیم و به همین راحتی حساب کاربری ما ثبت نام گردید و همچنین ایمیل فعال سازیش هم فعال شد. خب حالا میریم تو روش دوم دانلود اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای رو با هم دیگه ببینیم به چه شکل و همچنین روش دوم ثبت نامش از طریق سوشال رو با هم دیگه ببینیم به چه شکله و یک جیمیل هم که دیدید برای ما ارسال شد از طرف فارکس حرفه‌ای که ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. خب حالا میریم
روش دوم رو با هم دیگه ببینیم به چه شکله. خب برای دانلود اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای بر روی گوشی‌های اندروید می‌خوایم روش دومش که دانلود از طریق سایت فارکس حرفه‌ای است رو ببینیم به چه شکله. خب باید وارد مرورگر خودمون بشیم و بعد توی قسمت سرچمون تایپ کنیم که pforex.vip که آدرس اصلی سایت فارکس حرفه‌ای هستش. خب حالا بعد از ورود به سایت اصلی فارکس حرفه‌ای شما باید توی قسمت بالایی سایت در قسمت سمت چپ گزینه سه خط رو انتخاب کنید تا منوی سایت برای شما باز شه. در این قسمت کافیه که گزینه آخر گزینه دستیار فارکس حرفه‌ای رو انتخاب کنید تا وارد صفحه مربوطه به اپلیکیشن پی فارکس اسیست بشید. حالا به قسمت پایین‌تر باید بیایید. البته شما میتونید در اینجا اطلاعاتی نظیر چگونگی ارتقاء حساب کاربری خودتون رو هم مطالعه کنید، ولی اگر مایل و علاقمند به ارتقاء حساب کاربریتون به صورت رایگان هستید، کافیه که با تیم پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید. خب در اینجا در پایین‌تر از ویدیو شما میتونید تمامی لینک های اپلیکیشن رو مشاهده کنید. قسمت اولش که پلی استور هست، ما تو اول جلسه برای شما عزیزان توضیح دادیم و طریقه دانلود از گوگل پلی یا همون پلی استور رو توضیح دادیم. خب حالا می‌خوایم طریقه دومش که اندروید ای پی کی هست رو برای شما عزیزان ببینیم که به چه شکله. باید این گزینه رو انتخاب کنید. اگر که این گزینه رو انتخاب کردید و اتفاقی نیفتاد مثل الان، کافیه که گزینه اندروید ای پی کی رو چند لحظه نگه دارید و بعد از اینکه آپشن ها و گزینه های جدیدی برای شما باز شد، گزینه دانلود لینک رو انتخاب کنید. این گزینه رو بعد از انتخابش برای شما یک پیام میاد که کافیه گزینه اوکی رو شما انتخاب کنید تا اجازه بدید که اپلیکیشن برای شما دانلود بشه. همطور که مشاهده میکنید اپلیکیشن برای ما شروع به دانلود کردش و اپلیکیشن برای ما اینجا دانلود شد. کافیه که حالا گزینه اوپن رو اینجا انتخاب کنیم و به ما از ما میپرسه که آیا شما مایل هستید این اپلیکیشن رو نصب کنید. حالا گزینه اینستال رو انتخاب میکنیم. چند لحظه باید صبر کنیم در اینجا تا نصب و انجام بگیره و به همین راحتی اپلیکیشن پی فارکس اسیست نصب شد. اپ اینستالد. حالا گزینه اوپن یا دان رو شما میتونید انتخاب کنید. ما حالا دان رو میزنیم و دوباره به سراغ محیط کاربریمون میریم تا اپلیکیشن رو از اونجا بیاریم. دان رو میزنیم، برمیگردیم و همطور که مشاهده میکنه اپلیکیشن برای ما نصب شد. خب حالا بذاریم به منو خودمون بریم. تو قسمت منو همطور که مشاهده میکنم اپلیکیشن پی فارکس اسیست با این لوگو و این اسم برای ما نمایش داده میشه. خب حالا اپلیکیشن پی فارکس اسیست رو انتخاب میکنیم. در اینجا دوباره شما مثل سری قبل باید گزینه اگری رو انتخاب کنید و بعد هم فارسی و در آخر هم گذر رو بزنیم تا از این قسمت رد شیم و گزینه فلشه رو به عقب رو انتخاب کنیم. البته شما میتونید دوباره اینجا قسمت های مابعد راهنمای استفاده از اپلیکیشن رو هم مشاهده کنید. خب به صفحه اصلی اپلیکیشن که بریم، دوباره اینجا برای ما یک صفحه راهنما به وجود میاد و اطلاعاتی و راجع به اپلیکیشن به ما میده. کافی متوجه شدم رو بزنید و تو قسمت سه خط رو بزنیم و ورود و ثبت نام رو انتخاب کنیم تا در این قسمت با هم دیگه ببینیم ثبت نام از طریق سوشال یا همان گوگل اکانت به چه شکله. گزینه قرمز رنگ رو کافی که انتخاب کنید. چند لحظه باید صبر کنید. در اینجا برای شما جیمیلی که بر روی گوشیتون فعال هستش رو بهتون نشون میده و کافیه که شما فقط جیمیل خودتون رو انتخاب کنید. ما جیمیلمون رو انتخاب میکنیم و پیام در حال ورود برای شما به نمایش داده میشه و بعد هم بازیابی اطلاعات و به همین راحتی ثبت نام شما انجام میگیره و شما از طریق سوشال یا همون گوگل اکانت خودتون وارد اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای میشید و
ثبت نام شما انجام میگیره. فقط هم به این موضوع دقت داشته باشید که در ابتدا سطح عضویت شما رایگان هستش، رایگان یا فری. خب امیدوارم که این جلسه برای شما عزیزان مفید بوده باشه. شما هر گونه سوال مربوطه به اپلیکیشن رو میتونید هم از توی کامنت ها و یا از طریق تیم پشتیبانی ما از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام، واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی که در آخر ویدیو برای شما عزیزان قرار میدم سوالات خودتون رو از ما بپرسید و تیم پشتیبانی ما پاسخگو شما عزیزان خواهد بود. سبز و پرسود باشید تا جلسه دیگر. خدا نگهدار.